قرار است امروز دوشنبه 11 اردی بهشت نشستی با میزبانی سازمان ملل متحد و با حضور بیش از 25 نماینده ویژه کشورهای دخیل در امور افغانستان و سازمانهای امدادرسان در دوهی قطر برگزار گردد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل میزبان این نشست گفته است برگرداندن تمام اقداماتی که حقوق زنان افغانستان در کار را محدود می کند موضوعی کلیدی است همزمان با این روز گذشته در بیش از ده کشور جهان تظاهرات هایی برگزار شد و همه با یک صدا از سازمان ملل و شرکت کنندگان این نشست خواستند تا طالبان را به رسمیت نشناسند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. همزمان با افزایش بحران بشری در افغانستان، سازمان ملل متحد نشستی را با شرکت نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان در دوهه قطر راه اندازی کرده است. آنتونیو گوترش که میزبان این نشست است آن را کلیدی توصیف کرده است. وی در توییتی تاکید کرده است برای دسترسی به میلیون ها نفر در افغانستان که به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند برگرداندن تمام موانع کار زنان کلیدی است افغانستانی ها به کمک های فوری نیاز دارند برای اطمینان از ارائه آن حضور زنان اساسی است گفته می شود در نشست دو روزه قطر خواست روشن سازمان ملل برگشت کارمندان زن این سازمان به کارهایشان است این در حالی است که دختران بالاتر از سن 11 برای دومین سال از رفتن به مدرسه محروم هستند طالبان در حدود دو سال گذشته حقوق زنان را به طور تدریجی از آنها سلب کرده است با این حال در آستانه برگزاری نشست سازمان ملل متحد در دوحه گروه های متعدد اجتماعی افغانستانی با برپایی راه های گسترده در سطح جهان خواستار وضع ممنوعیت و اقدام های جدی علیه طالبان شدند این تظاهرات ها در کشورهای آمریکا، استرالیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، یونان، نروژ، برزیل و پاکستان برگزار شده بود. شرکت کنندگان در تظاهرات همه با یک صدا به رسمیت شناختن طالبان را مشروعیت بخشیدن به نسل کشی جنایت علیه بشریت و تبعیض آشکار جنسیتی دانستند که در تناقض با قوانین بین المللی قرار دارد. در همین حال بیش از پنجاه نهاد حقوق بشری، جامعه مدنی، فعالان حقوق زن و صدها تن از مدافعین حقوق بشر و فعالان رسانهای با ارسال نامه سرگشاده به شرکت کنندگان نشست دوه از آنان خواستند طالبان را به رسمیت نشناسند. نشست دوهه قطر همزمان با موجی از نگرانی ها از به رسمیت شناختن گروه طالبان در حالی برگزار می شود که هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل نیز با تصویب قطر ای ممنوعیت کار زنان در نهادهای مربوطه این سازمان از سوی طالبان را محکوم کرده و خواهان لغو این تصمیم شدند علی اکبری